سلام حالتون چطور خوبین؟ امیدوارم دارم که حالتون خوب باشه. همونجور که میدونید ویری هفت منتشر شد و به صورت رسمی و خود کیاس گروپ یا همون کیاس اومد که یک ویدیو منتشر کرده راجبه به هاش و میجورهاشو گفت یعنی اون های اصلی اصلیشو و بریم سراغش که با هم یه تحلیلی کنیم چون یه چیز جدید داره و خیلی باحاله. برو بریم. یک تیزر ازش یک دمویی داره نشون میده. اینجا هم که آسمون شب میشه و با حالت انیمیشن و در مورد نور جدید صحبت میکنه اولین ویژگی گاسیان اسپلاس ما توی لومیون فکر میکنم شبیه اون باشه توی لومیون این شکلی بود که یه ویژگی هست شما یه لوکیشنی از دنیا انتخاب میکنی و اون به صورت شماتیک برای ساختمون رو میچینه و شما بین اون همه ساختمون یه قسمتش مثلا پروژه خودت دیگه زمینی که مدن سال پروژه تو میذاری داخلش و میتونی خیلی راحت رندر بگیری و از محیط سازی و مدل پیرامون دیگه خیلی صرفه جویی میکنی چیز زمانش الان ببین تو همین جا یک فضای خالی مد نظرشه و میاد اون ساختمون رو ببین الان این فضا شهری رو با یک مودیفای به نام ویره هم وارد میکنه یک استه و بعد میاد اینجا این ساختمون رو وارد میکنه و میذاره داخل اون زمین خالیه و یک میروری هم بهش میده قشنگ گوش داخل و بعدش میره سراغ ای پی آر و شروع میکنه ریل تایم رندر گرفتن از پروژش میگم خیلی چیز خوبیه اگر ما هم بتونیم این استاش دسترسی داشته باشیم خیلی جذاب و بتونه همه دنیا رو پشتیبانی کنه و ویژگی بعدیش ویره لومینه رو که راجبش صحبت کردیم فعلا شامل فقط آبجکت های آنلاین خود کاسماس میشه که شما میتونید اونجا استفاده کنیم ما ویدیوش تولید کردیم میتونید ببینید و باعث میشه که این الان نمونهش هم نشون میده ویره 6 و ویره و چقدر سرعت رندر بالاتره و چقدر رئالتر رندر میگیره چون روی نور پردازش هم خیلی تاثیر میذاره و سریعتر میتونید رندر بگیرید ویژگی خیلی خوبیه و قول داده که اسدش رو در اختیار ما بذاره که بتونیم برای هر آبجکتی که میخوایم ازش استفاده کنیم بعدیش فایرفلای فای فای ریموواله که این ربط به اون طریقه رندر گرفتن ما داره ما همیشه از پروگرسیو استفاده می‌کنیم کسایی هم که اپاکت استفاده می‌کنن ویژگیو دارن که ببینید توی قسمت باکت این اد شده اضافه شده فایر فلای که میاد وقتی روشنش کنی تا این خیلی تاثیر میذاره و اون تیکای براق و و برازدگی ها رو کلا ریموو میکنه و میبینید که اختلافش رو قشنگ و روی تایم رنده خیلی تاثیر میذاره و ویژگی بعدی راجب ویریسان اند اسکای دی مکسه برای که که راجبه صحبت کردیم که تریبیوتی اون مهالود بودن و آی بودن رو ما میتونه دسترسی داشته باشیم و اینم برای ارتفاع آسمونه که میتونیم روز و شب کنیم برای خودمون راحت به غروبی بریم به تاریکی بریم میتونید اینجا ببینید و یک انیمیت میگیره ازش و میتونیم خیلی جذاب ببینیم ما ویدیو کاملش رو گذاشتیم راجبش کامل صحبت کردیم و اینجا هم راجب رژیون رندره که اینم هم راجبش صحبت کردیم ولی خب یه اختلافی داره من اینو نمیدونستم خودم به شخصه اینکه توی مدل جدیدش شما این شیپ هایی که میکشید میتونید چند تا بکشید نه فقط یه دونه ببین الان این سومیش داره میکشه و اینم هم چهارمیش میشه و بعد میذاره این چهار تا با هم رندر میگیره این باحاله این قشنگه این دوست دارم و میتونه خیلی کمک کنه دیگه نیم کل صحنه رو بخواد رندر بگیره و این وینگت لایر یه لایر جدید اضافه شده که ما میتونیم از این استفاده کنیم توی کارامون که مثلا میتونیم فوکوس کنیم قسمت دور رندرمون یکم تاریک‌تر کنیم که فوکوس به یک فضا و یک نقطه داشته باشیم باحال حال اینا قشنگه که دیگه الان کمتر بری سراغ نرم افزار دیگه مثل فتوشاپ و بخوایم این کارا کنی. و یک پریست های کالر کارکشن گذاشته برامون میتونید ببینید الان داره توی قسمت هیستوری نشون میده الان یه تبی وجود داره به نام فیلترز که توی اونجا داره نشون میده پریست های مختلف دیگه نریم حالا مثلا توی فتوشاپ بخوایم ازش استفاده کنیم هی hey, بر مقام میاریم چیزای جدیدو برامون که کل و حتی پست پرودامونو توی همینجا انجام بدیم حتی ببین ما میتونیم اپاسیتیش کم به زیاد کنیم حالا میبینید با فیلترهای مختلف و این هم ویژگی خیلی خوبیه ولی متاسفانه نمیتونیم ازش استفاده کنیم خب کیس کلاد ویچوال تورز که میاد صحنه رو نقطه گذاری و کلید گذاری میکنه و ببینید الان اینجا هات میذاره اد میکنه و جنریت میکنه براش و قرار میده حالا با نقطه و کلیک کردن میتونی وارد صحنه های مختلف تو صحنه بشی و از اون زاویه ها ببینی ولی خب نمیتونیم استفاده کنیم اه. یه ویژگی خیلی باحال دیگه هست به نام کرس اسکتر اینستنس براش این باحاله که شما از این وقت چیدمان هایی که میخوای از پلنت و پوشگی های انجام بدید دیگه با براش میتونین کار کنید الان ببین کله مسیر رو گرفته فضا سبز الان پاک میکنه و اون جاده رو خالی میکنه برای خودش با براش این خوبه ببینید چه باحال این قشنگه این قشنگه و راجع به اکسپورت کردن هم داره میگه شما میتونید اکسپورت کنید کاراتون و سحنتون رو و توی ویره هفت سرعت خیلی بیشتره الان من سه دقیقه توی ویره هفته ولی توی ویره شیش هفت دقیقه بود یعنی دقیقا با پارامترهای مختلف چهار دقیقه اختلاف داریم و خیلی خوبه این و یکی از اسکاتر دیگه یه ویژگی دیگه برامون آورده اینکه ما میتونیم توی قسمت استریبیوشنش پترن های مختلف داریم پریست های مختلف داره از چیدمان و اینم باحاله ولی خب اونقدر خفن نمیتونیم ازش استفاده کنیم چون میدونم مطمئنم توی صحنه های خودمون باک هایی خواهد داشت خب یعنی اینکه درخت رو مثلا این پریست استفاده میکنیم درخت هم مثلا واسه جاده مونه خب بعد اون رو باشه درست کنیم و ادیت کنیم اونقدر قشنگ ترتمیز در نمیاد ولی خب می‌بینی الان برای این خوشگل در اومده اینکه چیدنش <applause> علی قشنگ او این اینو, اینو, دوست دارم که از کاسماس اسید واریانس ببینید این اخت... قبلا به توضیح بدم توی این کتاب خونه آنلاینش این بود که خب کلی آبجکت می قرار میداد بعد اومد یه ویژگی با داد گفت کسی که از کیا استفاده می میتونیم می انیمیت یعنی ما انیمیت گذاری کنیم درخت رو خیلی راحت میتونن استفاده کنن ازش و چیز باحالی الان ویژگی که اوورده اینه که میگه من یه درختی برات اوردم که تو میتونی توی صفه ازش استفاده کنی ببین الان مثلا اینجا هم بهار تابستون و پاییز شما با یک کلیک توی پریستش شما میتونی قشنگ بهاریش کنی اینو قشنگ سبز بشه ببین روشن تر میشه توی تابستون درخت و بعد تو آتمان هم میره به زردی خیلی باحاله این قشنگه شما میتونید سناری مختلف فرقتون طراحی کنید و رندر بگیرید دیگه این باحاله یا چقدر خوشگل میشه و ویژگی بعدی ویرای پروفایلره که میاد کلی اطلاعات راجع به رندر گرفتنت میده ببین اینجا از پروسسش تا رندر گرفتنش رو داره بهت نشون میده ولی خب حالا خیلی برای اهمیت نداره تو این زمین ها یه ویژگی جدید توی ویری لیسته اضافه کرده تب جیومتری که توی اینجا از ویری دیکی های میتونیم استفاده کنیم میتونید ببینید حالا روشنش میکنه خاموشش ویری و, و او... این هم خوبه اگر ازش استفاده میکنید بخواید روی حالا ویدیوش هم کامل ساختیم راجع وی ویردیکل صحبت کردیم اینکه مثلا بخواید روی آبجکتی برچسبی حالا تتوتوری بزنید میشه ویردیکل استفاده کرد حالا نمونهشو میبینیم اینجا با هم و توی ویره جی هم اومده گفته که ما خیلی بهینه کردیم و واسه رندگی گرفتن همین صحنه اختلاف خیلی فاحشی وجود داره داره خودش نشون میده اینکه که مثلا میگه توی ویره 7 8 دقیقه طول کشید ولی توی ویره 6 22 دقیقه طول کشید تقریبا 14 دقیقه اختلاف قشنگ و اگر اینجوری باشه که خیلی خوبه چون خیلی هستن با کارت گرافیک هم رندر میگیرن و خروجی خوبی داره میده اگر انقدر اختلاف داره واقعا خیلی خوبه و اومده گفته توی ویره جی پیو ما اومدیم کاوستیک هم ساپورت کردیم کاوستیک شکست نور در آب رو نشون میده و میتونید ببینیم با همینجا ببینید توی قبلا فقط توی سی بود الان روی جی هم قرار داده ببین این به صورت این خالیه این هم به صورت کاوستیک داره ولی خب وقتی که کاوستیک رو روشن میکنید موقع رندر گرفتن اول کاوسی کارش انجام میده بعد شروع میکنه موتور رندر دیگه میاد جلو و تایم رندرتون غالبا خیلی بالا میره ولی خب برای این کارا چیز جذابیه تا این ویژگی هایی بود که توی ویری هفت داره به من نمایش میده و نشون میداد ولی خب خوب بود بعضیش واقعا خوبه مخصوصا برای کیوس اسکترش واقعا عالیه و شما همین الان منتشر شده میتونید خریداری کنید و استفاده کنید اوکیه و مراقب خودتون باشید تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ